یکی از مهمترین دلایل و عواملی که باعث از دست دادن سلامتی میشه و ما رو به طرف بیماری هل میده احساسات ما هستن البته خب برعکسش هم میتونه باشه و با احساساتمون که داریم میتونیم به سلامتی بیشتر نزدیک بشیم بسیاری به این که داره که چه نوع احساساتی داشته باشیم احساسات که معمولا خب انرژی هستن و خودشون میتونن تبدیل کنن به ماده و منیفست بشن و در بدن ایجاد مشکلات مختلف بکنن اگر این احساسات منفی باشن احساسات منفی بسیار میتونن برای ما حتی از غذاهای بد و حتی از سموم، سمومی که در آب و خاک و هوا وجود داره بیشتر موثر باشن در اینکه ما رو به طرف بیماری ها هلون بدن به طرف بیماری ها احساسات منفی مثل حسد مثل کینه مثل نفرت مثل ترس، وحشت، استراب، بدخواهی و همه اینها میتونه ما رو به دچار بیماری های مختلف بکنه و جالب اینجاست که خیلی از این احساسات روی یک جایی به خصوصی از بدن میتونن اثر بکنن مثلا اشخاصی که خیلی کینه میورزن و کینه دارن معمولا میگن که این میتونه یه مقداری میتونه باعث سرطان های مختلف بشه و کسانی که عدم بخشش دارن و یا به خاطر همین که خیلی ها که بیماری سرطان دارن یکی از اولین قدم هایی که ما میگیم باید بردارن اینه که یک بخشش داشته باشن نسبت به موقعیت ها و یا افراد که احتیاج به بخشش دارن من جمله خودشون کسانی که میترسن ترس خیلی زیادی دارن معمولا میتونه روی کلیه ها اثر بذاره و شخص دوچار مشکلات کلیوی بکنه کسانی که نگرانی و تشویش و استراب زیاد دارن معمولا میتونه روی دستگاه گوارش و معده و روده ها اثر بذاره و شخص دچار بیماری های مختلف از نظر دستگاه گوارش کنه کسانی که گریف دارن یه احساس غم و اندوه خیلی عمیق دارن میتونه روی ریه ها اثر بذاره و ریه های اون اشخاص میتونه دچار مشکل کنه و همینجور هر کدوم از این کسانی که فرض کنین خشم دارن قذب دارن عصبانی هستن انگر دارن معمولا میتونه خودش رو روی کبد و یا کیسه سفر نشون بده و اگر توجه بکنین میبینی که کسانی که مثلا فرض کنین در برنامه های گذشته بار گفتیم بخشش ندارن و یا گذشت ندارن علاوه بر اون بیماری های مختلف میتونه ما رو یوبوست هم بکنه به خاطر اینکه یک متافوری هست برای اینکه نمیتونیم رها کنیم یه چیزهایی رو خیلی توجه بکنیم به احساساتی که در عرض روز داریم یعنی شب که میشه شب هنگام وقتی که میخوایم بخوابین یه توجه بکنیم که چه احساسات رو امروز داشتین آیا احساساتتون بیشتر احساس منفی بود نفرت و حسد و ترس و وحشت و غضب و اندوه و غم بود یا اینکه بیشتر احساسات عشق و ایثار و همبستگی و به هر حال احساسای خیلی خوب بود این خیلی مهمه به خاطر اینکه یکی از مهمترین قدم هایی که ما میتونیم برای سلامتون برداریم توجه به احساسات ماه حالا در برنامه های آینده یه مقداری میتونیم صحبت بکنیم که اصلا این احساسات ما از کجا میان و به چه, چه صورتی شکل میگیرن ذهنیات اونو یه مقداری مطالعه میکنیم و همچنین اون سیستم بدنی انسان منجمله جمله قدرت مترشحه و غیره رو میتونیم یه مقدار مطالعه بکنیم که اونها هم چقدر میتونن روی احساسات ما تاثیر بذارن پس میبینیم که واقعا هیچ چیزی از چیز دیگه در بدن جدا نیست و در وجود انسان همه چی به هم مرتبطه و به هم دیگه وصله